دولت ما از ابتدا مشکلی برای انتشار کامل سند نداشته و خب طرف مقابل به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خودش مایل به انتشار نبوده. اعتراض در تهران و چند شهر دیگر به قرارداد 25 ساله ایران و چین. چرا پکن مخالف انتشار جزئیات این سند است؟ از پژوهشگر یکی از سازمان‌های عمده طرفدار سیاست فشار حداکثری می‌پرسیم چقدر پیمان تهران و پکن نتیجه اعمال این سیاست بر ایران است؟ آیا قرارداد با چین در راستای منافع ایران است؟ این سوالمان از دو کارشناس بانک جهانی است. در ادامه برنامه امشب، ادامه کشمکش میان ایران و آمریکا برای احیای برجام. ظریف می‌گوید دولت بایدن هم راه ترامپ را می‌رود. هشدار درباره موج چهارم کرونا در ایران. دولت میگوید 21 میلیون دوز واکسن از سبد کوواکس خریده، اما معلوم نیست کی به دستش برسد. و داستان تأسیس ارکستر سمفونیک تهران در نگاهی به 100 سال موسیقی ایران. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در شرایطی که اعتراض‌های پراکنده به قرارداد ایران و چین در خیابان‌های تهران و چند شهر دیگر برگزار شده، سخنگوی دولت ایران می‌گوید ایران هیچ ملاحظه‌ای برای انتشار این سند ندارد و این طرف چینی است که نمی‌خواهد جزئیات این توافق اعلام شود. مخالفان امضای این سند گفتند در روزهای آینده در مقابل محل‌هایی مثل مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند. همزمان پیامدهای احتمالی این توافق برای دو کشور ایران و چین و همینطور برای منطقه خاورمیانه موضوع نگرانی بسیاری از کشورها از جمله آمریکاست. چرا چین آنطور که مقام‌های ایرانی میگویند نمیخواهد جزئیات این سند منتشر شود؟ بیشتر در این باره صحبت میکنیم. اول گزارش سیاوش اردلان. نگرانی بخشی از افکار عمومی از مفاد قرارداد بین ایران و چین به شکل اعتراض این گروه خود را در خیابان‌های پایتخت نمایان کرد. جمعیتی که می‌بینید دیروز از چند خیابان تهران عبور کردند و به ساختمان مجلس رسیدند تا آنجا تجمع کنند. مجلس نظارتی بر قرارداد ایران و چین نداشته، چرا که به گفته دولت قرارداد از جنسی نیست که نیاز به تایید مجلس داشته باشد. اما سخنگوی دولت امروز در واکنش به این تجمع اعتراضی چنین گفت: دولت به دغدغه این گونه افراد که نگران استقلال کشور هستند احترام قائل هست. علی ربیعی میگوید به دغدغه کسانی که نگران استقلال کشور هستند احترام میگذارد، ولی اضافه کرد کسانی که سابقه وابستگی به بیگانه دارند درباره قرارداد عملیات روانی راه انداختند. چهره‌های مخالف حکومت ایران و حتی بعضی از منتقدان آن در هفته‌های اخیر گفتند قرارداد ایران و چین باعث می‌شود چینی‌ها کشور را به تاراج ببرند و از مردم خواستند که نگذارند این اتفاق بیفتد. در متنی که از کلیات این قرارداد منتشر شده، از بعضی مواردی که باعث نگرانی‌های جدی شده اثری نیست. مثلا شایعه واگذاری جزایر ایران، استقرار سربازان چینی در ایران یا رقم 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری. متن منتشر شده حاوی کلیاتی است درباره همکاری‌ها و فعالیت‌هایی که به گفته کارشناسان تفاوت چندانی با نوع همکاری چین با بسیاری دیگر از کشورهای جهان و خاورمیانه ندارد. شما اگر الان نگاه کنید که ببینید چین با چه کشورهایی رابطه اقتصادی قوی داره، می‌بینید که اکثر این کشورها متحد آمریکا هستند. توافق ایران و چین که به دلیل مخالفت‌های آمریکا 5 سال بود متوقف شده بود، شبیه توافقاتی است که چین با عربستان و امارات امضا کرده. اما منتقدان می‌پرسند اگر جای نگرانی نیست، پس چرا دولت ایران جزئیات قرارداد را منتشر نمی‌کند؟ پاسخ امروز علی ربیعی: جهت استهزار دغدغه این عزیزان اظهار می‌کنم که دولت ما از ابتدا مشکلی برای انتشار کامل سند نداشته و خب طرف مقابل به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خودش مایل به انتشار نبوده، ولی با توافقی که صورت گرفت وزارت امور خارجه اقدام به انتشار گزارش برگ کرد که حاوی کلیت این سند هست. اما ناظران دلایل دیگری را برای منتشر نشدن جزئیات بیشتر
از قرارداد ایران و چین دخیل می دانند. اینکه به هر حال خود ایران هم بعدش نمیاد که با این قرارداد به نوعی در فضای مذاکرات با آمریکا یا دیگر کشورها بخواد استفاده بکنه و به نوعی محرمانه بودن شاید به این موضوع کمک بکنه. از سوی دیگه به نظر میرسه که واقعا هم خیلی از جزئیات مشخص نیست، یعنی الان این قراردادی که مطرح شده فعلا یک تفاهم هست و اینکه هر بخش از اون اجرایی بشه به هر حال نیاز به جزئیات بیشتری داره و هر کدوم از اونها موانع بسیار زیادی هست، یعنی به جز تحریم‌ها شرایط داخل ایران هم ممکنه که اجازه نده که خیلی از اون مباحثی که در این قرارداد پیش بینی شده اجرا بشه. ایران میکوشد برای جبران تحریم‌های آمریکا روابطش رو با چین قوی‌تر کند. رئیس جمهوری آمریکا خیلی گذرا گفته نگران نزدیکی ایران و چین است، ولی سخنگوی کاخ سفید دیشب نگرانی چندانی بروز نداد. البته ما بررسی خواهیم کرد که اگر تحریمی در ارتباط با این مسئله لازم باشه اعمال کنیم، اما هنوز جزئیات این قرارداد را بررسی نکردیم. کارشناسان میگویند هم دولت ایران و هم خیلی ها در آمریکا میخواهند درباره اهمیت این قرارداد اغراق کنند. روشن نیست اعتراضات این گروه از مردم در این روزهای تعطیلی در ایران گسترده تر و ادامه دارتر شود یا نه. یکی از نمایندگان مجلس گفته است که از دولت درباره قراردادش با چین توضیح خواهد خواست. اما همان نماینده گفت ایران باید با روسیه هم قرارداد مشابهی ببندد. شاید نشانه ای از اینکه جنس نگرانی مجلس از قرارداد ایران و چین از جنس نگرانی مخالفان این قرارداد نیست. اعتراض مسالمت‌آمیز. سیاوش اردلان، بی بی سی. به نام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی FTD، از سازمان‌های عمده حامی فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا بر ایران از واشنگتن دی سی به ما پیوستند. آقای طالبلو، چقدر دولت آمریکا باید نگران این قرارداد بین ایران و چین باشه؟ از آقای بایدن شنیدیم که او گفت بله نگرانم، ولی جزئیات بیشتری بیرون نیامده. آیا اونها باید نگران باشن؟ آقای طالبلو، آیا صدای من رو میشنوید؟ سوال کردم که آیا چرا عذر میخوام از مشکل فنی که پیش اومد. بله، دولت بایدن باید نگران باشه، نه به خاطر اینکه این قرارداد باعث خواهد شد که رابطه ایران و چین بلافاصله قوی تر خواهد شد، چون از قبل هم رابطه خوبی داشتند، اما این میتونه مقدمه یک سلسله قراردادهای اقتصادی بین ایران و چین در آینده باشه در ارتباط با زیرساختا و همینطور در ارتباط با تثبیت موقعیت چین در خاورمیانه. بنابراین فقط این فراتر از این بحث ها هستش، بحث بیشتر مربوط به چین هستش تا مربوط به ایران و حالا خاورمیانه به این حوزه وارد شده. قراردادی که ما شاهدش بودیم نتیجه فشار حداکثری یا سیاست فشار حداکثری بود که دولت پیشین آمریکا در پیش گرفته بود در قبال ایران. من با چنین برآوردی موافق نیستم. خیلی از ناظران هستند که نقطه شروع داستان رو از تنش‌ها بین ایران و آمریکا شروع می‌کنند یا از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، اما واقعیت تاریخی خلاف اینها هستش. برای اینکه روابط ایران و چین حتی قبل از تحریم‌های اوباما هم وجود داشت، بعد از تحریم‌های اوباما وجود داشت، قبل از تحریم‌های ترامپ وجود داشت، بعد از تحریم‌های ترامپ وجود داره. چین همیشه در طی 20 سال گذشته بزرگترین وارد کننده نفت ایران بوده و بزرگترین ناقض تحریم‌ها علیه ایران بوده تا اونجایی که به سوخت فسیلی مربوط میشه. رابطه دیرپای بین ایران و چین وجود دارن. اون چه که من الان دارم میبینم اینه که ایران در حالی که در حال تقویت نیروی نظامیش هست، دوست داره که حمایت مالی از طرف شرق رو داشته باشه، بتونه جلوی آمریکا بیسته و تو یه جورایی هم نقض شعار نه شرقی نه غربی خودش هست. حالا شما میتونین بگین که برای بقای جمهوری اسلامی از شرق پول بگیرید تا با غرب مبارزه کنید. خب میخوام یه بخشی از مقاله‌ای که امروز وارسی جورنال منتشر کرده رو براتون بخونم که در اون میگه که
بعد از این سیاست‌هایی که دونالد ترامپ در قبال ایران داشت، امروز شاهد این هستیم که دشمن آمریکا یعنی ایران و رقیب آمریکا یعنی چین برای پیشبرد اهداف استراتژیکشون با هم متحد میشن. یعنی خیلی متفاوت هست با اون نگاهی که شما دارید. بله، دو کشور با هم ارتباط داشتن از قبل، ولی حالا یک قراردادی دارن که یا یک توافقی دارن که سرمایه‌ای به میزان 400 میلیارد دلار رو قرار هست به ایران بیاره. اگر این اتفاق بیفته و اگر این عدد درست در بیاد، عدد قابل توجهی است. این رقمی که شما ذکر کردین باید راستی آزمایی بشه. گزارش های متناقضی درباره این رقم وجود داره، اما به طور خلاصه بگم ما میدونیم که روابط ایران و چین از قدیم وجود داشته. خیلی وقت پیش یه قراردادی بین ایران و چین 5 سال پیش امضا شد و بعد اون متوقف شد و ما قبلا راجع به قرارداد صحبت کرده بودیم، اما حالا باید ببینیم آیا این پروژه های زیرساختی چین در ایران کی قراره شروع بشن. من میگم که توقعات خودتون رو زیاد بالا نبرین از چنین قرارداد. میدونید شما اینجوری فکر نکنید که چین میره و فقط همه تخم مرغاشو در یک سبد میذاره. بله، شما رقیبای چین، رقیبای آمریکا، مخالفای آمریکا رو دارین که با هم دیگه ساخت و پاخ میکنن، ولی همه اینها متکی به هم هستن، با همدیگه هم فکری و هم اندیشی میکنن که بتونن با آمریکا مقابله بکنن. اما متاسفانه اتفاقی که الان افتاده اینه که مردم ایران حالا شدن ابزار حکومت ایران به عنوانی که مبارزه بکنه با کشورهایی مثل آمریکا. ممنونم از شما. به نام طالبلو، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی. اما برای بحث بیشتر در این مورد سهراب صبحانی به ما پیوسته، مشاور پیشین بانک جهانی از واشنگتن دی سی. آقای صبحانی معتقد هستند که این قرارداد 25 ساله به مثابه وطن فروشی هست و در نگاه یا در نقطه مقابل، نادر مجد، کارشناس پیشین اقتصادی بانک جهانی و کارشناس سازمان برنامه بودجه قبل از انقلاب، آقای مجد معتقد هستند جهان با چین به جلو میره و این قرارداد ایران و چین هم قدمی رو به جلو هست. آقای صبحانی اجازه بدید با شما صحبت بکنیم، با شما شروع بکنیم. چرا فکر میکنید که این قرارداد وطن فروشیه؟ برای اینکه اجازه نخواهد داد خلاقیت ملت ایران شکوفا بشه. دولت چین دولتی است که هیچ نوع حقیقت‌گویی، هیچ نوع به حساب منافع ملی ایران رو در نظر نگرفته در این قرارداد، هیچ نوع شفافیتی نداره. فقط کافیه به مسئله کرونا نگاه بکنیم. از وقتی که دنیا مواجه شده با ویروس کرونا، دولت کمونیستی چین هیچ نوع شفافیتی نشون نداده و دودش رفته به چشم ملت ایران و به چشم دنیا. من شخصا معتقد هستم که این قرارداد هیچ نوع منفعتی برای ملت ایران، ملت خیلی خوب ایران نخواهد داشت. آقای مجد، نظر شما چه هست؟ والا این رو باید از چند منظر نگاه کرد، این قرارداد رو. یکی این که منظر صرفاً سرمایه گذاری و تجارت هست که به نظر من این همچین چیز مهمی هم نیست، چون همطور که میدونید چین با تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای منطقه مثل امارات و یا عربستان هم در همین حجم تجارت و سرمایه گذاری داره، در حال حاضر با ایران هم داره. یعنی ما وقتی که 400 رو به 25 سال تقسیم میکنیم یه رقمی حدود 16 میلیارد هست و در حال حاضر هم تجارت بین ایران 16 میلیارد در سال و در 25 سال میشه سالی 16. بله، بنابراین در حال حاضر هم اگر نگاه کنید تجارت چین و ایران حدود 1.2% تجارت جهانی چین هست. چین با تمام 50-60 کشور جهان تجارت داره، سرمایه گذاری داره، در افریقا، در امریکا، امریکای لاتین، اروپا، روسیه و خود آسیا. بنابراین از نظر، اگر از این منظر بهش نگاه کنیم، به نظر من اصلا هیاهوی بسیار برای هیچ هست. و ما اگر از منظر ژئوپلیتیک و از نظر توازن قدرت‌های جهانی در منطقه و در جهان و اختلافات چین و امریکا و غیره نگاه کنیم، خب ابعاد دیگری پیدا می‌کنه.
ولی در این معادله به نظر من آنچه که مهم هست این است که دولت ایران نباید اجازه بده که چین بازی بگیره ایران رو برای معاملات خودش با امریکا یا با غرب و غیره، چون در گذشته هم این اتفاق افتاد در زمینه قراردادهای نفتی و غیره. بنابراین باید آقای صبحانی، بسیاری میگن که عملا ایران از قبل غرب خیری ندید و در نهایت با این سیاست فشار حداکثری در نهایت رو به شرق کرده و حالا با چین رفته و این معامله رو کرده. عدد و رقم هم شما هر دو اهل عدد و رقم هستید، در بانک جهانی هر دو شما کار کردید و خوب میدونید که این عدد و رقم ها به چه معناست، نه فقط روی کاغذ. چرا فکر میکنید که در نهایت این سیاست نگاه به شرق، اگر اونطور که آقای مجد گفتن پول بیاره برای مملکت و سالی 16 میلیارد دلار سرمایه گذاری در ایران اگر انجام بشه برای ایران میتونه بد باشه؟ بذاریم حرف رقم رو بزنیم. دولت جمهوری اسلامی از وقتی که سر کار اومده میتونست و نکرد گاز طبیعی به فروش به اروپا، به جاش امروز آقای روسیه گازشو میفروشه به اروپا. درآمدی که از اون داره 131 میلیارد دلار در ساله. قطر همسایه ایران، چرا دور بریم، 45 بیلیون دلار در سال درآمد خالص داره از فروش گاز. ایران صفر. چرا؟ چون این آقایون بلد نیستن کار بکنن، مدیریت بلد نیستن و الانم بهانه کردن تحریم‌های قبل رو که بیایم بریم به طرف چین. من خودم شخصا جزء هیئت مدیره دو شرکت هستم که بانیانش ایرانی هستن، نه در چین، در آمریکا. این نشون دهنده این هست که رابطه با آمریکا و دنیای آزاد غرب بیشتر به نفع مردم ایران هست تا رابطه با یک دولت قاصب کمونیستی که امروز در حال حاضر مسلماناشو خودش داره میکوشه. اتفاقا حالا صحبت از عدد رقم که کردید، ایران در بهترین شرایط تونسته فقط در سال، اونم سال 2017، ظاهرا 5 میلیارد دلار بتونه سرمایه گذاری بکنه. آقای مجد، آیا شما هم نگاهتون همین طور هست؟ یعنی فکر میکنید این فرصت سوزی هایی که شده تا الان راه رو برای سرمایه گذاری آینده هم میبنده، یا اینکه نه باید این پول رو گرفت و ازش استفاده کرد؟ والا به نظر من اگر از جنبه اقتصادی نگاه میکنید، اصولا تجارت آزاد و سرمایه گذاری آزاد به نفع کشورهاست، حرفی درش نیست. ببخشید، این یک اقتصاد 101 هست که ریکاردو مزیت نسبی و همه این اقتصاد اونها این رو میدونن. اما اگر از نظر مسائل ژئوپلیتیک و سیاسی و مدیریت در ایران نگاه کنید، خب مسائل و مشکلات بسیار زیادی پیش رو خواهد بود و فکر میکنم این قرارداد هم به آسانی جلو بره. و آنچه که مهم هست به نظر من سرمایه گذاری خارجی، حالا چه غرب چه شرق و غیر و ذالک، چه ژاپن، به نفع مردم و به نفع جامعه ایران خواهد. اینو فرمودین، چرا فکر میکنید جزئیات این قرارداد منتشر نشده؟ والا قراردادی نیست، یه تفاهم نامه ایست که کلی در زمینه های اقتصادی، نمیدونم زیر ساختی، اون چیزی که به صورت خود دولت ایران اعلام کرده، یعنی سخنگوی دولت ایران امروز گفته که چینی ها نمیخوان جزئیات این توافق اعلام بشه. اون چی که ما دیدیم کلیات هست، در جزئیات این که گفته میشه که ایران قرار هست در 25 سال آینده نفت رو با تخفیف بسیار بالایی به چین بده. فکر میکنید دلیل اون اعلام نشدن این جزئیات چه هست؟ والا به نظر من این کارتایی است که هر دو طرف دارن، به نظرم اینطور میاد در معاملاتشون و در معادلاتی که دارن با غرب و چگونه میخوان با غرب عمل کنن. ما ناگفته نمونه که بسیاری از این فشارهایی که غرب آورد در این چند سال اخیر باعث شد که ایران به سمت شرق بره. بنابراین حالا هر دو، به خصوص چین که خیلی مایل هست که رابطه خودشو با امریکا و غرب نگه داره، چون تمام منافع اقتصادیش در این سمت هست نه ایران، و ایرانم و ایرانی هم بعدشون نمیاد که با غرب هم سرمایه گذاری و هم تجارت داشته باشن. حالا چگونه این کارتاشون رو قایم کردن؟ شاید گذاشتن برای مذاکرات بعدی خودشون در رابطه با برجام یا مسائل دیگر اقتصادی و
تجاری. آقای سوپانی، شما چطور میبینید این مسئله رو؟ چرا جزئیات منتشر نشده؟ برای که من فکر میکنم نهایتا این قرارداد فقط به فقط برای این امضا شده که یک روز آینده، یک روز دیگه جمهوری اسلامی بتونه دوام بیاره و بتونه دزدی بکنه، بتونه شفافیت مملکت رو بچاپه. به شما یه مثال بزنم، ایران با خلاقیتی که ملت ایران دارن میتونه باتری برای ماشین‌هایی که در اروپا و بقیه دنیا ماشین‌های برقی تولید خواهد شد تولید بکنه، بازاری که 1.2 تریلیون دلار هست در 5 سال آینده. ایران میتونه در سیستان و بلوچستانی که ما میبینیم چه بدبختی‌هایی است، کارخونه اسباب بازی فروشی درست بکنه و به جای اینکه از چین اسباب بازی بی کیفیت وارد بکنه، به دنیا اسباب بازی صادر بکنه که بازارش 130 بیلیون دلار هست. خب همه اینها سرمایه گذاری احتیاج داره دیگه، چیزی که ایران نداره. و نداره، چون از روزی که آقایون اومدن سر کار، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. این سیاست نمیشه. دنیای اقتصاد و فعلا به هر حال آمریکا و اروپا دو قطب بزرگ این اقتصاد هستند و باید در نظر داشته باشین سرمایه شفاف، نه سرمایه غیر شفاف، ولی سرمایه شفاف اکثرا در آمریکا و اروپا. شما چین رو آیا بخشی از این اقتصاد بزرگ نمیبینین؟ من والا چین رو بازم میگم به دلیل تجربه شخصی خود، نبودن شفافیت فرمودین کاملا. که مطرح میشه ببینید به طور کلی مسائل خب همیشه وجود داشته. من زیاد مطمئن نیستم که چرا در این لحظه این مسائل در رابطه با یه قراردادی که به نفع هر دو کشور خواهد بود، چرا حالا اینا مطرح میشه در حالی که این همیشه بوده، همیشه این مشکل بوده، مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی اینا بوده، ولی این هیاهویی که در حال حاضر در رابطه با این قرارداد مشخص اتفاق میفته، من این رو زیاد والا سردر نمیارم. آقای صبحانی پاسخی داری؟ والا من از 42 سال دارم این حرف رو میزنم. نه اینکه میفهمن که چرا الان بر سر این قرارداد داره اینقدر. بله ببینین هیاهوش خیلی واضحه دیگه، چقدر باید ملت ایران تحمل زجر داشته باشن؟ تا چه روزی باید، تا کی باید سرمایه ایران بخوابه، کارخونه های ایران بخوابن که آقایونی که در تهران بر سر کارن تو جیبشون یک وان بیشتر، یک یوروی بیشتر یا یک دلار بیشتری بده؟ ایران میتونه اقتصادش اقلن 4 برابر اونی که امروز هست بشه، به شرط اینکه با دولی همکاری بکنه که شفافیت هست در کارشون، که بشه واقعا اون استعداد شکوفایی که ما میدونیم در ملت ایران هست عرضه بشه به دنیا. آقای مجد، پاسخ ایشون برای شما قانع کننده است؟ حالا ببینید یه سری مسائل شعاری هست که منم خیلی دوست دارم اینا رو بحث کنم، ولی واقعیت هایی هست که باید درک کنیم، اینکه چرا ایران الان 5 برابر نشده اقتصادش و غیره، باید برگردیم به خیلی عقب. و به نظر من ما داریم راجع به این قرارداد و به اصطلاح سود و زیان این قرارداد صحبت میکنیم. اگه قرار هست مسئله دیگه مطرح بشه، خب شعار خیلی زیاده. مسئله مهم اینه که با توجه به شرایط موجود و آنچه که در امروز میگذره، یک کارشناس اقتصادی که به این نگاه میکنه، آیا از نظر اقتصادی به نفع دو کشور هست یا نه؟ خیلی ساده به نفع دو کشور هست. اگر غرب هم بیاد، در حال حاضر هم شما نگاه کنید، ما با تجارت که داریم، با چین داریم، با امارات داریم، با اروپا داریم، بنابراین در آینده هم حتما تنها چین نخواهد بود. مسلما اگر اروپا و امریکا بیان جلون، ایرانی ها با کمال به اصطلاح خوشحالی این رو قبول خواهند. آقای مجد، یک سوال سریع میخوام اگر پاسخ بدید. فکر میکنید واقعا این عدد اصلا قابل، یعنی میتونیم این عدد تحقق پیدا میکنه؟ 16 میلیارد دلار در سال ممکن هست اصلا؟ چون آمریکایی ها میگن نمیکنه. ممکنه، برای اینکه بستر، ببینید وقتی که شما تجارت میکنید یا سرمایه گذاری میکنید، تنها اون رقم و عدد نیست،
خیلی چیزها باهاش میاد، آنچه که به اصطلاح ما بهش میگیم راه و روش کار، مسئله مربوط به فساد، چقدر راندخاری کم خواهد شد، تمام اینها. من اتفاقا پیترهای زیادی در این رابطه وقتی که در بانک بودم نوشتم و هست در مورد سریلانکا و هندوستان و غیره. شما اگر نگاه کنید تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی تنها اون پولش نیست، خیلی چیزهای دیگر رو با خودش میاره که به نفع جامعه هست. آقای صبحانی وقت زیادی نداریم، جمع‌بندی بفرمایید شما. والا من فکر میکنم که این شعار نیست که ما دلمون بخواد مردم ایران سفرشون بهتر باشه. فکر نمیکنم شعار باشه که زنان ایران، مردای ایران بتونن از دستاوردهای خودشون با خلاقیت خودشون به بازار دنیا بگرون. من فکر نمیکنم این شعار باشه که اقتصاد ایران پنج برابر بشه و این در یک فضای شفاف انجام بشه. فکر میکنم که خیلی هم سالم و خوب هست. ممنونم از شما. سهراب صبحانی، مشاور پیشین بانک جهانی و همینطور نادر مجد، کارشناس پیشین اقتصادی بانک جهانی با ما. پس از اون که نشریه پولیتیکو نوشت آمریکا قصد دارد طرحی برای احیای برجام به ایران پیشنهاد دهد، دولت ایران گفته تعلل در لغو تحریم‌های ایران شانس احیای برجام رو کاهش میده. تهران همچنین گفته تا زمانی که آمریکا همه تحریم‌ها رو برنداره، تولید اورانیوم غنی شده با خلوص 20% رو متوقف نخواهد کرد. در سوی دیگر اما سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اظهار نظرها گفته آمریکا به پیدا کردن راهی دیپلماتیک برای خروج از این وضعیت متحد باقی میمونه. فرین عاصمی گزارش میده. بدون تردید عقب راندن واکنش منفی ایران به پیشنهاد احتمالی آمریکا در زمینه بازگشت به برجام. تهران میگوید همه تحریم‌ها باید برداشته شوند و وقت تنگ است. هر چقدر زمان بخواهند در اختیار خواهند داشت، اما باید بدانند که هر روز تعلل بیشتر در لغو تحریم علیه ایران نه تنها شانس احیای برجام را به عنوان اولین و آخرین راه حل در دسترس برای کنار گذاشتن اختلافات کمتر می‌کنند. نشریه پولیتیکو در گزارشی از طرح احتمالی جدید آمریکا برای احیای برجام و خروج از بن‌بست کنونی خبر داده. طرحی که به گفته این نشریه هنوز در دست بررسی است و احتمالاً از ایران خواهد خواست بعضی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند. یکی از آنها هم فعالیت سانتریفیوژهایی است که اورانیوم را تا غلظت 20% غنی می‌کنند. پولیتیکو می‌گوید در مقابل آمریکا بعضی از تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. ایران خواستار رفع همه تحریم هاست. تلویزیون پرس تی وی وابسته به صدا و سیما به نقل از مقامی ناشناس گفته این کشور غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% را متوقف نخواهد کرد. دست کم نه قبل از آنکه آمریکا همه تحریم‌ها را بردارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصویری از توییتی قدیمی از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا منتشر کرده که حدود یک سال و نیم پیش از سیاست وزارت خارجه دولت ترامپ انتقاد کرده بود. وزارت خارجه آمریکا در آن زمان از ایران خواسته بود به توافقی که دونالد ترامپ از آن خارج شده پایبند باشد. دولت شما همون راه ترامپ را می رود، در حالی که تلاش می کند از تحریم‌های غیرقانونی او به عنوان اهرم استفاده کند. ترک عادت موجب مرض است. زمان ترک این یکی فرا رسیده. این هم واکنش نمایندگی ایران در سازمان ملل. ایران با طرفین باقی مانده در برجام در تماس است. هیچ پیشنهادی برای پیوستن دوباره آمریکا به برجام لازم نیست. این مسئله فقط به تصمیم سیاسی آمریکا نیاز دارد تا به طور کامل و فوری همه تعهداتش را طبق توافق برجام انجام دهد و به قطعنامه 2231 پایبند باشد. ایران خواستار لغو کامل تحریم هاست، مسئله ای که مورد قبول آمریکا نیست، اما مخالفت واشنگتن تهران را از تکرار آن باز نمی دارد. اگر دشمن تحریم ها را بردارد ما پیروزیم و اگر بر ندارد باز هم ما پیروزیم. اگر آمریکا بخواد در ماه‌های گذشته چندین نفر از مقام‌های حکومت ایران بر رسیدن به نتیجه‌ای در مورد برجام تا پیش از پایان دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی تاکید کرده بودند. حکومت ایران از مدت‌ها پیش به روی کار آمدن جو بایدن دل بسته بود، به این امید که آمدن او فرصتی باشد برای تلافی آنچه دونالد ترامپ بر سر برجام آورد. اما با وجود گذشت 70 روز از ریاست جمهوری آقای بایدن، به نظر می رسد این دلبستگی خوشبینانه بوده. فرین عاصمی، بی بی سی.
اسکات لوکاس، استاد سیاست آمریکا در دانشگاه برمنگام بریتانیا، از همین شهر با ما هست. آقای لوکاس، توییت آقای ظریف رو دیدید؟ توییتی از خود آقای بایدن رو آورده و گفته که خیلی عجیبه که دولت آمریکا قبل از اینکه رئیس جمهور بشه این توییت رو زده بود که خیلی عجیبه که دولت آمریکا از ایران میخواد با همون توافقی که خودش ازش خارج شده میخواد در قالب همون توافق بمونه. فکر میکنید به ایران حق میدید که چنین برداشتی داشته باشه یا نه؟ من فکر میکنم نکته مهم اینجا این هستش که ببینیم چرا آقای ظریف چنین توییتی رو نوشت. اون داره به یک صحبتی که بایدن در سال 2019 کرد اشاره میکنه. اون چیزی که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده این هست که ایران رد کرده یک پیشنهاد از طرف دولت آمریکا رو تحت عنوان مذاکرات تدریجی. قرار بود این پیشنهاد از طرف اروپا پیشنهاد بشه، مثلا ایران یک ذره اورانیوم غنی سازی شدهش رو کم بکنه، آمریکا هم تحریم ها رو یه ذره کم بکنه. این یک فرمول تدریجی بازگشت به برجام بود. مقامات ایران اما این رو رد کردند به طور کامل. برای همین حالا به جای اینکه ایران بخواد صحبت بکنه که چرا چنین پیشنهادی رو رد کرده، داره بایدن رو متهم میکنه که آدم ریاکاری هستش و داره همون کار ترامپ رو ادامه میده. حالا آمریکا الان از این موضع فاصله گرفته که کی اول پیش قدم بشه کی پیش قدم نشه، ولی به هر حال این فرمولی هم که به عنوان راهکار ارائه داده مورد مخالفت ایران قرار گرفته. دقیقاً اصل قضیه به نظر میرسه که همه اینها برمیگرده به اون طرحی که آمریکا گفته شده بود قرار بود به ایران بده برای اینکه مشخص بشه قدم به قدم، در حالی که پیشتر هم دیده بودیم که رئیس جمهوری ایران هم گفته بود حاضریم قدم به قدم اگر این کار انجام بشه. اما همونطور که گفتید این طرح رد شده. چرا ایران داره این کارو میکنه؟ ایران چه کارتی داره بازی میکنه؟ حداقل بذارید بگم به طور رسمی ایده بازگشت تدریجی به برجام چیزی هستش که رهبر ایران رد کرده. رهبر ایران گفته که آمریکا باید همه تحریم ها رو لغو بکنه قبل از اینکه ایران به میز مذاکره برگرده. حالا سوال اینجاست، پشت درهای بسته به طور خصوصی از طریق واسطه چه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس چه اروپایی ها، ایران و آمریکا درباره این فرمول بازگشت تدریجی برجام چه مذاکراتی دارن میکنن؟ شاید این احتمال رو در نظر بگیرید، شاید ایران قراره به طور رسمی موضعش این باشه که تا آمریکا همه تحریم‌ها رو لغو نکنه ما به برجام برنمیگردیم، اما پشت پرده دارن این مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها انجام میدن. اما فراموش نکنید به زودی ایران یک انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داره و امکان نداره که دو طرف بتونن به یک مذاکرات رسمی برگردن به خاطر شرایط داخلی سیاسی ایران. دقیقاً چند مدت زیادی باقی نمونده از ریاست جمهوری حسن روحانی و هر اتفاقی که بیفته ممکنه که در ایران هم تغییراتی به هر حال در دولت اتفاق میفته و بعد از اون تغییرات بیشتر. فکر میکنید به آمریکا اینجا چطور میبینه شرایط رو؟ ترجیح میده با همین دولت راضی بکنه ایران رو که به برجام برگرده یا اینکه نه صبر بکنه تا دولت بعدی، چون در ظاهر حداقل دارن کارها رو پیش میبرن؟ راستش رو بخواین اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، آمریکایی‌ها بهتر از هر کس میدونن که در طی ماه‌های آینده نمیشه دوباره به برجام برگردن. فراموش نکنید وقتی سال 2012 آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها پشت پرده با هم دیگه مذاکره کردن، سه سال طول کشید تا بتونن به توافق برسن. امکان نداره که ظرف چند هفته بشه یک توافق رو احیا کرد، حداقل چند ماه طول میکشه. فکر کنم آمریکایی‌ها دارن یک پروسه یا یک روندی رو شروع میکنن که صرف نظر از اینکه کدوم دولت بیاد سر کار بتونه روند رو ادامه بدن. حتی اگه دولتی که قرار بیاد سر کار یک دولت محافظه‌کار یا یک دولت تندرو باشه، آمریکایی‌ها میخوان بگن ببین پیشنهاد ما الان روی میزه، این تو زمین شماست، ببینیم میخوای چیکار کنین. بله میدونم رهبر ایران شاید خواهد گفت که ما میتونیم مقاومت بکنیم، ما قدرت قوی داریم، ما میتونیم بریم سراغ چین،
ولی واقعیت اینه که آمریکایی‌ها الان میتونن صبر بکنن، ولی دولت ایران بخواد صبر بکنه خیلی سخت‌تر براش خواهد بود. ممنون از شما اسکات لوکاس، استاد سیاست آمریکا از دانشگاه بیمگان. با Thank you. خدا حافظ. سفرهای نوروزی وضعیت همگیری کرونا در ایران رو یک بار دیگه بحرانی کرده. تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی افزایش یافته، ولی هنوز تعداد بسیار کمی در ایران در مقابل کرونا واکسینه شدند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفت امروز گفت ایران 21 میلیون دوز واکسن از سبد کوواکس خریداری کرده، ولی معلوم نیست این واکسن‌ها چه زمانی به دست این کشور برسه. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. برای ما واکسن هایی هست که فقط برای گروه سنی 18 تا 60 سال هست. اما تعداد کمی از همین گروه سنی در ایران موفق به دریافت واکسن کرونا شدند. به گفته سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، بیش از 600 هزار دوز واکسن تا هفته اول فروردین وارد ایران شده، اما تنها 161 هزار دوز به واجدان شرایط تزریق شده. وزارت بهداشت ایران هنوز توضیحی نداده که چرا بقیه واکسن ها هنوز استفاده نشدند. دولت ایران آزمایش های انسانی روی چند واکسن تولید داخل را آغاز کرده. سخنگوی دولت ایران هم وعده خرید میلیون ها دوز واکسن از کوواکس را داده. واردات بیش از 20 میلیون واکسن خریداری شده و تلاش برای به ثمر رساندن تولیدات داخلی که به طور مستقل یا با مشارکت خارجی در حال انجام هستند با شدت و جدیت پیگیری خواهد شد. در این خصوص علاوه بر کشور کوبا، دو کشور تولید کننده مهم نیز مذاکراتی را با جمهوری اسلامی ایران در خصوص تولیدات مشترک در ایران داشتند. با شروع تعطیلات نوروزی مسافرت‌های بین شهری بیشتر شده و توجه به پروتکل‌های بهداشتی کم. مردم کمتر از ماسک استفاده می‌کنند و همین باعث شده موج تازه شیوع کرونا در شهرهای مختلف آغاز شود و به همین دلیل تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در 10 روز گذشته افزایش داشته. به گفته وزارت بهداشت ایران 90 شهر در وضعیت آبی، 277 شهرستان زرد، 56 شهرستان نارنجی و 25 شهرستان هم در وضعیت قرمز قرار دارند. شهرستان هایی که بیشتر در مناطق غرب ایران قرار دارند و رفت آمد به آنها ممنوع است. مسافرانی که بدون توجه به همه‌گیری کرونا بار سفر را بستند. تعطیلات جایی نرفتیم، گفتیم تفریح بریم برگردیم یه روزه. تمام خسته نباشید. کجا داشتیم می‌بریم؟ یه دوری بزنیم برگردیم. سفرهای نوروزی یکی از مهمترین عوامل گسترش کرونا است و حالا ستاد ملی مدیریت کرونا میگوید خودروهایی که به شهرهای قرمز وارد شوند 1 میلیون تومان جریمه میشوند. اما وضعیت در تهران از 2 روز پیش نارنجی شده و ماشینهای غیر بومی باید هرچه زودتر پایتخت را ترک کنند. من خواهش میکنم از کسانی که به هر ترتیب مسافرتی رو داشتن به البرز یا تهران، امروز دیگه خارجن. از امروز همکاران رو بنده بحث کنترل ها رو انجام میدن، ولی به هر حال از فردا ما بحث اجرای مقررات و اعمال قانون رو، یعنی جریمه رو شروع میکنیم، چون 72 ساعت هم سپری شده. با پایان تعطیلات نوروز به نظر میرسد آمار مبتلایان به کرونا در شهرهای مختلف ایران بالاتر رود و تعداد شهرهای قرمز و نارنجی هم افزایش پیدا کند، در حالی که واکسیناسیون روندی کند دارد و هنوز بسیاری از اعضای کادر درمان واکسن دریافت نکردند. کاوه مشکات، بی بی سی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگه انتقال قدرت در کشورش باید از طریق انتخابات باشه. او امروز در نشستی بین‌المللی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تأکید کرد که هر حکومت جدیدی در افغانستان باید از راهی دموکراتیک به قدرت برسه. آقای غنی همچنین خواستار یک آتش‌بس سراسری در افغانستان زیر نظر جامعه بین‌المللی شده. خبرنگار ما سهراب ضیا از دوشنبه گزارش میده. عکس برای یادگاری از نهمین نشست موسوم به قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه. 15 وزیر خارجه و نمایندگان بیش از 30 کشور کمک رسان و سازمان های بین المللی و منطقه در نشست امروز دوشنبه به طور حضوری و مجازی شرکت کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کلیدی راهی رسیدن به صلح در افغانستان را گفتگو و مذاکره خواند.
آقای رحمان ضمن حمایت از موضع دولت افغانستان در روند صلح از کشورهای مددرسان دعوت کرد یاری بی‌غرضانه خود را از افغانستان دریغ ندارند تا راهی رسیدن به صلح در این کشور کوتاه‌تر شود. همایش امروز دوشنبه در آستانه نشستی پیشی روی ترکیه برگزار می شود که به باور بسیار سرنوشت افغانستان را رقم خواهد زد. نشست امروز قلب آسیا روند استانبول در شهر دوشنبه فرصت برای تبادل دیدگاه ها و ارزیابی موضع گیری کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان خوانده می شود. رئیس جمهوری افغانستان از همه تلاش های جامعه جهانی برای دستیابی به صلح در کشورش تقدیر کرد. اشرف غنی همبستگی کشورهای منطقه و جامعه جهانی را برای توسعه افغانستان مهم خواند و گفت که ثبات افغانستان به منفعت همه کشورهای منطقه خواهد بود. آقای غنی از طرح خود برای انتخابات زودرس هم گفت: تأمین صلح روند تشکیل حکومت صلح است که توسط رهبری منتخب فعلی و سایر افغان‌هایی که در انتخابات بعدی نامزد نخواهند بود و در چارچوب قانون اساسی افغانستان تشکیل شود. برای عملکرد دولت، نیروهای امنیت ملی وظایفشان را انجام بدهند تا مردم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدنشان استفاده کنند. از این رو توجه به این مرحله بسیار مهم است. در نهمین نشست قلب آسیا، وزیران خارجه ایران، ترکیه، هند، پاکستان، قطر و کشورهای آسیای میانه دیدگاه های خود را درباره آینده صلح در افغانستان گفتند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، برقراری صلح و ثبات در افغانستان را تنها با گفتگوی بین افغان ها ممکن دانست. او تاکید کرد که در توافق صلح باید حق تعیین سرنوشت برای مردم افغانستان تضمین شده باشد. وزیران خارجه روسیه و چین از طریق مجازی در نشست سخنرانی کردند. روسیه اخیراً نشست را با حضور آمریکا، چین و پاکستان در مسکو برگزار کرد و میزبان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان هم بود. آقای امام علی رحمان گفتند که هر جنگ داخلی با سازش ختم پیدا می کند، همون مهم است که از این خاطر اگر حکومت انتقالی ائتلافی مطرح است، شاید این راه سازش است و راه صلح است. در پایان کنفرانس امروز قلب آسیا اعلامیه دوشنبه تصویب شد که در آن بر پایبندی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای استقرار صلح در افغانستان تاکید شده است. این نشست یک بار دیگر تمام کشورهای مهم منطقه و کشورهای ذی‌علاقه جهان با هم جمع کرده تا در مورد صلح افغانستان با یک صدا و با یک پیام دیپلماسی جدید را اندازی بکنند. با گفته وزیر خارجه افغانستان، پیام اصلی نشست امروز با طالبان این بوده که وقتی آتش بس و مذاکرات فرا رسیده است. پیامی که معلوم نیست به گوش طالبان یک طرف قضیه صلح افغانستان میرسد یا خیر. سهراب زیا، بی بی سی، دوشنبه. در چهارمین قسمت از مرور مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 100 سال گذشته به دهه اول قرن 14 خورشیدی برمیگردیم. در این ایام تلاش‌های اولیه برای پایه‌گذاری ارکستر سمفونیک تهران شروع شد. همزمان گروهی از روشنفکران تلاش می‌کردند مفهوم موسیقی، شعر و ادبیات را دگرگون کنند. فرج بالافکن گزارش می‌دهد. نهال نزار شعبه موزیک دارالفنون را که روزی سالار معزز به دادش رسیده بود، این بار رضا شاه دستور داد تا پسر غلام رضا خان در مدرسه موسیقی به درخت تنومندی بدل کند. مینباشیان جوان تحصیل کرده هنرستانهای موسیقی ژنو و برلین بود و میخواست همراه با نوگرایانی چون نیما یوشیچ، مجتبی مینوی و صادق هدایت مفهوم شعر و موسیقی را در ایران دگرگون کند.
او در سال 1312 ارکستر سمفونیک بلدیه را تأسیس کرد و رهبری آن را بر عهده گرفت. گروهی که بعدها نامش شد ارکستر سمفونیک تهران. زمانی که من وارد هنرستان شدم، ریاست هنرستان رو سرگرد مینباشیان به عهده داشت و او 15 نفر از بزرگان کشورهای خارجی رو آورده بود برای تدریس ساز. چند نفر خارجی هم در ایران بودند که از کشور فرانسه و بلژیک و روسیه بودند که اینها یک ارکستر کوچک سمفونیک رو تشکیل میدادند و در دارالفنون هفته یک بار جلساتی به نام پرورش افکار درست کرده بودند که مردم رو میخواستن با موسیقی کلاسیک آشنا بکنن. در سال 1317 به پیشنهاد آقای مینباشیان اداره موسیقی کشور در وزارت فرهنگ آن دوره یا آموزش و پرورش امروزی تأسیس شد و ریاست آن هم به عهده او گذاشته شد. همچنین انتشار نخستین مجله موسیقی از خدمات ارزنده آقای مینباشیان است. بعد از اینکه 2 سال آقای علی نقی وزیری رو به ریاست هنرستان انتخاب کردن، چون علی نقی وزیری با موسیقی ایرانی آشنا بود، استاد تار بود، تصمیم گرفت بچه های هنرستان علاوه بر سازهای غربی سازهای ایرانی هم اجرا بکنن. من مجبور شدم پیش آقای موسای معروفی، پدر جواد معروفی که شناخته شده هست، پیانو میزده، پیش پدر او که نوازنده تار بود، تار رو هم فرا بگیرم. این تلاش ها بی ثمر نماند و همپای زدوده شدن فرهنگ بدنامی و مطربی، نوجوانان بیشتری راهی هنرستان موسیقی شدند. شرح یکی از این خاطرات هم به قول معروف مشت نمونه خروار است. ما رو راهنمایی کردم به سالن اون هنرستان، در باز شد و آقای سوا به اتفاق آقای تجویدی و حسین یاحقی و تاج بخش و آقای زرین پنجه که به دنبال سوا راه می آمدن، هرچه سوا گفت که یه نفر بیاد بزنه و من انتخاب بکنم، کسی جرأت نکرد. یعنی خودم گفتم خیلی بده که کسی بخانه می شه پاشدم رفتم شلو آمدم که دست به ویولون ببرم و بزنم. نگاه به دست من کرد سبا، اولین چیز دستم نظر او رو جلب کرد، گفت عجب دست قشنگی داری، خیلی دستات مناسبه، به 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 چه دست خوبی داری. هنوز هیچی نزده بودم، تا آمدم شروع کنم یه نیم دقیقه مثلا بزنم، دستشو گذاشت روشونم، گفت اینو خودم درس میدم. هر صدایی هم میتوانست با آهنگی بدل شود. یک روز آقای تجویدی اینو تعریف میکرد، میگه در رو باز کردم برم پیش سبا درسمو بگیرم، این در صدا کرد، یه صدای اینجوری مثلا. سبا گفت تجوید چیه صدای چیه؟ گفت هیچی در بود صدا کرد. گفت آره چه صدا؟ گفت هیچی روغن نداره، باید روغن بزنیم، صدای دره. ویولون دست سبا بود. یهو میگه این نبود. چرا؟ دفعه دیگه سبا میاد. میزنه. اسم اینو گذاشته سامانی. ما فکر میکردیم مربوط به سامانیانه، در حالی که میگفت چون یه سر و سامانی بهش دادم، به این جیر جیر در، اسمشو گذاشتم سامانی. فرج بادافکن،
بی بی سی. امروز روز جهانی بایپولار یا اختلال دو قطبیه، روزی که به مناسبت تولد ونسان ون گوک نقاش معروف هلندی به این عنوان نامگذاری شده، چون او هم به این اختلال دچار بود. اختلال دو قطبی گاهی با افسردگی اشتباه گرفته میشه، اما چه کسانی بیشتر در معرض این بیماری هستند؟ چطور تشخیص داده میشه و چطور میشه درمانش کرد؟ این سوال هامون است از مهمون بعدی برنامه، دکتر علی معینی، روانپزشک از ساوثهمپتون که به ما پیوسته. آقای دکتر، اگر شخصی مثل من بخواد دنبال اختلال دو قطبی در خودش بگرده، باید چه نشانه هایی رو نظارت بکنه، چه چیزایی رو باید ببینه در خودش؟ با سلام. کلن اختلال دو قطبی یکی از انواع اختلالات خلقی هست در روانپزشکی، و شخصی که معمولاً اختلال دو قطبی میگیره مدت زمان درازی رو با افسردگی میگذرونه، اما در میانش زمانهایی رو با شادی زاید الوصف و سرخوشی میگذرونه، و این تغییر از افسردگی به سرخوشی برای دیگران هم قابل توجه هست، چون باید توجه داشت که همه ما خلقمون در طول روز و هفته و ماه و سال تغییر میکنه. ما نوسان خلقی نرمال هست که داشته باشیم، منتها وقتی این دامنش خیلی زیاد بشه، یعنی از حالت غم شدید، یعنی غم معمولی و با علت تبدیل بشه به غم طولانی مدت و بدون علت مشخص، بهش میگیم افسردگی. و وقتی هم که بلافاصله بعدش یا زمان فاصله کمی بعدش شخص سرخوشی زیاد و شادی زیادی پیدا بکنه جوری که برای دیگرون قابل توجه باشه و خیلی هم نشه ربطش داد به مسائل روزمره زندگیش، اون وقت ترکیب این ما بهش میگیم بیماری دو قطبی. اون وقت اگر کسی چنین چیزی رو در خودش میبینه یا چنین شرایطی رو میبینه، چه باید بکنه؟ پیشنهادتون بهش چه هست؟ ببینید، مثل هر، چون بیماری دو قطبی یکی از بیماری های شدید روانپزشکی هست، با نباید با بیماری های خفیف اشتباه گرفتش، حتما باید به روانپزشک مراجعه کرد، و در اغلب موارد هم نیاز به دارو هست، داروهایی که تثبیت کننده خلق هستن باید استفاده بشه، و این به همین دلیل حتما باید به روانپزشک مراجعه بشه. بگید که بیشتر در چه سنی باید افراد مراقبش باشن، یعنی سن و سال خاصی داره؟ بله، شیوعش در جوانان بیشتر هست تا افراد سالمند و میان سال یا کودکان. بعد از دوربر 18 سالگی و بعد از اون تا سن 30 سالگی پیک شیوع بیماری هست، و برای اولین بار کسانی که دچار میشن تو حدود این سن هستن که دچار میشن. از زمان ونگا که الان صحبتشو کردیم خیلی گذشته، راه و روش های درمان خیلی تغییر کرده، شناخت شما از این بیماری قطعا خیلی تغییر کرده. روش های جدید چه هست؟ چه پیشرفت هایی شکل گرفته برای درمان؟ ببینید، داروهای روانپزشکی در چند دهه اخیر، دو سه دهه اخیر خیلی پیشرفت کردن. حتی تو همین قرن حاضر هم ما در این دو دهه اخیر مخصوصا داروهای روانپزشکی خیلی پیشرفت کردن، و ما داروهای تثبیت کننده خلقی داریم که دیگه عوارض جانبیشون خیلی کم هست، و اگه به اندازه و درست مصرف بشن و تحت نظر پزشک، دیگه اون عوارضی رو که قدیم شما میدیدین در بیماری در داروهای روانپزشکی دیگه خیلی کم دیده میشه. این مهمترین پیشرفتی هست که انجام شده، و طیف گسترده‌ای هست الان دارو، یعنی شما وقتی یه دارو به شخص نمیسازه میشه عوض کرد و یا به یه دارو دیگه رفت. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر علی معینی، روانپزشک از ساوثهمپتون. اما همونطور که گفتیم، امروز روز تولد ونسان ون گوک نقاش هلندیه. یک پیانیست به همین مناسبت در موزه ون گوک در آمستردام قطعه‌ای رو اجرا کرده که با هم ببینیم.
ممنون که همراه ما بودید در این برنامه 60 دقیقه. با این موسیقی این برنامه رو به پایان رسوندیم. میتونید این برنامه ما و همینطور برنامه های روزهای قبل ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب هم تماشا کنید.